واکنش ها در داخل و خارج از کشور نسبت به جان باختن شاهرخ زمانی در زندان رجای شهر وسیع و گسترده بود، اما در میان طیف چپ. آن سوی این طیف واکنش ها بسیار محدود بود. رضا رئیس‌دانا در گفتار این هفته نگاهی داره به زمینه های این محدودیت. در هفته های اخیر شاهد واکنش های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور نسبت به شهادت رفیق شاهرخ زمانی و موج تازه بازداشت و سرکوب فعالین کارگری بودیم. اما این واکنش ها محدود و محصور موند به گروه های چپ. بیرون از طیف نیروهای چپ توجه به سیاست زجرگوش کردن فعالان کارگری در زندان، به بازداشت دوبارهشون یا صدور احکام سنگین زندان خیلی ضعیف و ناچیز بود. این درست تو وضعیه که حالا تقریبا برای همه طیف‌های سیاسی و فکری روشن شده که شعار خامنه‌ای در مورد مبارزه با نفوذ دشمن در واقع اسم رمز موج جدید سرکوبه و روشن شده که شهادت رفیق شاهرخ زمانی فقط یک حلقه از زنجیره بزرگ سرکوبه. احضار و بازداشت فعالین کارگری، دستگیری 6 فعال دانشجویی در تهران، موج بگیر و ببند قربانیان آسیب‌های اجتماعی در شهرهای مختلف کشور، راه اندازی گشت‌های کنترل و برخورد با زنان نشون میده که دامنه برخوردها گسترده است. با این حال ما همچنان شاهد همان دستبندی سمجی هستیم که مدت هاست حضور داره و هر بار به شکلی خودش رو نشون میده. حقوق بشر خطکشی شده. مهم نیست که خیلی ها در لفظ روی جهان شمول بودن حقوق بشر تأکید میکنن. مهم نیست که در حرف ادعا میکنن که دفاع از حقوق بشر نباید تابعی از عقاید و افکار و ایدئولوژی قربانیان نقض حقوق انسانی باشه. در عمل نهادهای مختلف حقوق بشری دارن به صورت طیفی عمل میکنن، یعنی هر جا حقوق انسانی هم فکران طیف خودشون نقض میشه صداشون در میان، هر جا نقض حقوق انسانی طیف‌های فکری دیگه مطرح پیداشون نیست. گاهی حتی شاهدیم که با سکوت عامدانه نقض حقوق بشر رو تایید میکنن. این عملکرد طیفی در حوزه مقابله با نقض حقوق بشر الان تا حدی پررنگه که از روی حد و میزان واکنش ها میشه به سادگی هویت حزبی، گروهی و اعتقادات ایدئولوژیک انسان‌های قربانی نقض حقوق بشر رو پیدا کرد. یه علت این وضع اینه که جمعی از نهادهای حقوق بشری در واقع پروژه بگیر و تابعین برداشت صاحبان پروژه ها از حقوق بشرند. میشه گفت بیشتر یک نوع لابی دولت ها برای اعمال فشار به حساب میان تا دلسوزان واقعی نقض حقوق بشر. این نوع نهادها نقششون بسته به سمتگیری قدرت‌ها و دولت‌هایی که پشتشون ایستادن تغییر میکنه. سمتگیری اگر بره به طرف سازش پشت پرده قدرت‌ها و دولت‌ها، این نهادها هم کارشون کساد میشه. طیفی ماندن واکنش به نقض حقوق بشر در کشور ما یه علت دیگه ایش هم جانسختی استبداده، اونم از نوع واپسمونده ترینش، یعنی استبدادی که پایش با داعش یکیه و یه نیروی تاریخاً غیر مولد انگلی و ظلمت پرست در رأسش هست که حداقل در یک قرن اخیر منشأ تولید ارتجاع و تاریک اندیشی بوده. نظام ولایت فقیه که همه اهرم‌های قدرت رو در دست داره، تلاش خیلی همه جانبه‌ای صورت داده تا به جای ارزش‌های جهان شمول انسانی، موازین سراپا خرافی و تبعیض آمیز شرعی و اسلامی رو رونق بده. جا افتادن این ایده که همه انسان‌ها صرف نظر از هر فکر و عقیده‌ای باید آزاد باشن و نباید به حقوقشون تعدی بشه، در جامعه‌ای که 37 سال اسارت
در برابر نظام ولایت فقیه و تجاوز مستمر به ابتدایی ترین مظاهر حقوق انسانی رو تحمل کرده کار ساده ای نیست. این ایده نه فقط در میان طبقه بالا و متوسط که حتی در بین بخشی از روشنفکران نزدیک به طبقه پایین هم کاملا جا نیفتاده. متاسفانه هستند کسانی که از موضع جانبداری از عدالت برای طبقات پایین و برای کارگران و زحمتکشان دفاع از حق زندگی و حقوق پایه‌ای انسان‌ها رو رد می‌کنند و فقط طبقات پایین رو انسان و شایسته برخورداری از حقوق انسانی می‌دونند، در حالی که این ایده قبل از همه حقوق محرومان و زحمتکشان جامعه رو به تاراج می‌بره، چون با وجود پرشمار بودن طبقه کار و زحمت معمولاً امکاناتشون در دفاع از حق و حقوقشون به هیچ وجه به پای امکانات طبقات بالا نمیرسه. از جمله به همین دلیل نفع طبقه کارگر اینه که مدافع پیگیر حقوق و آزادی‌های همگانی باشه. تنگ نظری، ملاحظه کاری و برخوردهای طیفی مانع گره خوردن همسویی‌ها و همصدایی‌ها در زمینه مبارزه با مظاهر مختلف نقض حقوق بشر و مانع شکل‌گیری مبارزه گسترده و سراسری بر علیه ناقضان حقوق بشره. عملاً جمهوری اسلامی که از این خط‌کشی‌ها و تنگ نظری‌های موجود میان طیف‌های مختلف سرکوب شدگان برای تشدید سرکوب همشون بهره برداری می‌کنه. در مواجهه با این وضعیت یک کار مهم تقویت صدای چپ آزادی خواه، چپی که بی قید و شرط و بدور از ملاحظه کاری و خطکشی های ایدئولوژیک حامی پیگیر حقوق همه انسان ها باشه. از این طریق میشه زمینه شکل دادن به جبهه سراسری آزادی در برابر استبداد رو فراهم کرد.